دکتر نجفی قول دادید تا پایان سال 80، یعنی تا پایان دولت اول آقای خاتمی حتما میمونید. سال 78 هم دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هم ایجاد شد. سال 80 هم به سفارش آقای جهانگیری وزیر صنایع وقت هم توسعه صنعتی ایران رو نوشتید. من میخوام اینا رو فعلا در یک بسته جدا بذاریم. من یک اصلاحی هم خودم رو بکنم. من گفتم آقای سمیعی در واقع ایشون سازمان برنامه بودن، ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، آقای مجیدی، آقای صفی اصفیا و اینا اونجا بودن، که اینو خودم اصلاح بکنم به ذهنم رسید. میخوام بریم سراغ اون مقطعی که اولا چی شد زودتر رفتید بیرون، یعنی اینو اگه کوچولو بله من سریع بگم. بله سال 1379 1378 در داخل برنامه سوم یه چیزهایی اضافه شد که از جنس این مطالب نبود که ماها روش کار کرده بودیم، بیشتر از جنس اصلاحات سازمانی بود. یکیش هم این بود که سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام بشن تو هم دیگه و تبدیل بشه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. خب رئیس این سازمان آقای دکتر نجفی بود، رئیس اون سازمان آقای مهندس باقریان بود. حالا ظاهراً آقای خاتمی به این جمع‌بندی رسیده بودن که هیچ کدوم از این دو نفر رو به عنوان رئیس اون سازمان جدید نگذارن و در نتیجه آقای دکتر عارف رو انتخاب کردن به عنوان رئیس اون سازمان جدید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و این میشه سال 1300 و مثلا اوائل 79. و در نتیجه دیگه خرداد 1379 آقای دکتر عارف به جای آقای دکتر نجفی و آقای باقریان در رأس اون سازمان حالا ادغام شده بله. اون در رأس اون سازمان ایشون قرار گرفتن. پس قبل از سال اون 80 که میشه پایان دولت اول آقای خاتمی، یه تغییر تحولاتی در سازمان برنامه اتفاق افتاد و رئیسش عوض شد. خب منم که قولم به آقای دکتر نجفی بوده دیگه، و از سال 1300 منم خودم واقعا در واقع هیچ وقت خودم رو به عنوان یک کسی که قرار سازمان برنامه بمونه نمیدیدم. من اصلا کارم رو دانشگاه تعریف کرده بودم و یه هدف دیگری من داشتم. من میخواستم که اقتصاد رو از اون زمانی که مؤسسه نیاوران درست شد، من تو ذهنم این بود که جای اقتصاد تو دانشگاه صنعتی شریف، نه اینکه دانشگاه‌های دیگه، منظورم این بود که جاش اونجا نیست، ولی خیلی خیلی لازمه که دانشگاه شریف اقتصاد را بیفته. آقای مشایخی توضیح دادن. بله بله. و در نتیجه ما اینطور شد که ابتدا آقای دکتر مشایخی تلاش زیادی کردن توی دانشگاه که یه دانشکده درست شد به نام مدیریت و سیستم. دوره MBA اونجا را اندازی شد. هنوز اقتصاد نبود. و اسمش هم اسم دانشکده هم مدیریت و سیستم بود. اصلا مدیریت و اقتصاد نبود. بعد من میخواستم برم دانشگاه شریف که اقتصاد رو را بیاندازم و اینو خیلی مهمتر از این کارهای سازمان برنامه و اینا میدید، به خصوص که بعد دیدم که واقعا اینکه آدم بیاد و زندگیشو بگذاره اینجا در مقایسه با اینکه جوانای کشور رو که با استعدادن با توانن اونا رو آدم بیاد اقتصاد یاد بده که حداقل آینده رو بتونن درست بکنن، اون خیلی مهمتره. و این واقعا به جنبندی رسیده بودم که خیلی فایده نداره این کارا، خوانه این همه تلاش میکنیم بعد یه دفعه همش کنار گذاشته میشه. و در نتیجه من از سال 1378 دیگه اون هسته اولیه تأسیس دانشکده مدیریت و سیستم که شکل گرفت، دیگه من بودم تو مجموعه تلاش میکردیم که این کارا بتونه به نحوه مطلوبی جلو بره، مراحل تصویب و اینا رو داخل دانشگاه بتونه طی بکنه. ما رسیدیم به اینجا که همزمان با این که در دانشگاه به یه مرحله رسیده بود که دیگه لازم بود من برم اصلا دانشگاه، دیگه
مستقر بشم و کسی نبود دیگه اصلا، فقط من یه نفر بودم می‌خواستم منو برم تازه اونجا شروع بکنیم اقتصاد رو. همزمان شد با اینکه اینجا هم خب آقای دکتر عارف اومدن و منم احساس کردم ایشون هم خودشون مایلن که تیم خودشون رو داشته باشن و میخوان بالاخره با مجموعه خودشون کار بکنن. در واقع یه جوری شد که انگار برد برد شد، هم ایشون بالاخره مجموعه بعد نظر خودشون رو اونجا میخواستن بیارن، همین که منم شما به اون به آرزوم داشتم میرسیدم که برم دانشگاه و دانشگاه کارم رو شروع بکنم. بنابراین ما رفتیم دانشگاه و اونجا پایه این که یه متنی تهیه بشه که ما دانشگاه قبول بکنه که این دانشکده از مدیریت و سیستم اسمش بشه مدیریت و اقتصاد، یک گروه اقتصاد رو در دانشکده جدید و تأسیس مدیریت و اقتصاد رو اندازی بکنه. خب اگه اجازه بدید اگر رسیدیم باز به اینجا میپردازیم، چون در دو مقطع نزدیک میشه به اینکه این دانش شما در دو مقطع رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف میشید، در دو مقطع میان سراغش که تعطیلش بکنن. اینو بذاریم کنار اگر موافق باشید. استراتژی توسعه صنعتی هم که شما نوشتید بعدم خیلی برداشتای مختلفی ازش شد، یکی از رفقای شما به هر حال خیلی علاقه به شما داشت، خیلی از متنای از این استراتژی برداشتن و جاهای مختلف رفتن و در موردش صحبت کردن و دیدگاه بر این شد که به هر حال شما به گونه ای استراتژی نوشتید که کشور رو در دامان غربی ها قرار بدید. اگر وقت شد انشالله به این برمیگردیم، چون مبحث خیلی مهمی هستش و بخشی از قضاوتی که در مورد عمل کرده شما میشه به برداشت ها از همین عباراتیه که ما اتفاقا داریم ازشون میگذریم. سال 92 یه دفعه دیدیم آقای روحانی اومدن، شما دو تا دولت رو پشت سر گذاشته بودید، با مصائب کار هم آشنا بودید. انصافا من جای آقای دکتر نیلی بودم میگفتم آقا من دیگه نیستم، اصلا دیگه حوصله ندارم، آقای میام میگم زحمت میکشم کار میکنم آخرم انجام نمیدید. بله. ولی دیدیم آقای نیلی شدن مشاور اقتصادی رئیس جمهور، یک در واقع تکنوکرات آقای نیلی رو داریم میبینیم، آقای طیب نیا و سایر بزرگواران دیگه هم هستن. چی شد پذیرفتید آقای دکتر؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه فرقی بین اون چی؟ یعنی چی در دولت آقای روحانی یا در تفکرات ایشون دیدید که احساس کردید که نه اینجا دیگه من اومدم یه کار اساسی انجام بدم؟ بله. اولا خب من هیچ مناسباتی با آقای روحانی نداشتم قبلش، یعنی آشنایی نداشتیم با هم دیگه و هیچ جایی ما مواجه نشده بودیم که مثلا با هم صحبتی کرده باشیم قبلش و اینها، چنین چیزی نبود. منتها اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت این بود که ما یه دوره خیلی خیلی خاصی رو تو فاصله سال 1384 تا 1391 پشت سر گذاشته بودیم، دوره‌ای که دولت‌های نهم و دهم در واقع روی کار آمده بودن. خیلی کشور به یه سبک دیگری اصلا اداره شد دیگه. حالا به هر صورت از یه طرف منابع عظیمی در اختیار کشور قرار گرفته بود که درست در اون مقطعی که متولدین دهه 60 به سن اشتغال رسیدن که میشه همون نیمه دوم دهه 80، انگار از آسمان هم منابع بارید همینجوری تو کشور ما که برای اینا شغل درست بکنه و دریغ از شغل. این که خب همون گزارش که من دادم که ما کلن سالی 14200 نفر شغل ایجاد شد که این همه سرصدا درست کرد، خب یه چیز خیلی عجیبی به نظر میرسید که مثلا من گفتم که کلن در طول 5 سال 70000 شغل ایجاد شده به طور خالص. خب یه شوکی بود اصلا که گفتن این حرف چیه، اصلا یک کسی حرفو زده مثلا اصلا نمیدونه عدد چیه اینا، که اون حرفای مختلفی زدم اون موقع. هر صورت من احساس کردم که واقعا احساس کردم خب حالا مسئله ما در تعامل با دنیا انگار قرار شده حل بشه
برداشتم این بود که چالش انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چالش سیاست خارجی بود و شاید از نظر خودم این بود که آخرین فرصت باشه برای کشور ما که اگه بخواد توی یه مسیر درست و مثلا مناسبی بخواد قرار بگیره. و خیلی من حالا خیلی بخوام چجوری بگم سربسته و اجمالی بخوام بگم که من خیلی نگران بودم سال 90 و 91 که تحریم اینجا قرار بشه چی خواهد شد و خب همون هم شد دیگه، همون شوک وارد شد به اقتصاد و اینا. و اون مقطع من یک گزارشی تهیه کردم که خلاصه ظاهرا گزارش مهمی شده بوده، حالا به هر صورت که چی خواهد شد اگر ما تحریم بشیم و اگه بخواد همین روند تند کشور بره جلو. به هر صورت حالا به نظرم رسیده انگار که برداشتم این بود که انگار کشور به این جنبندی رسیده که نمیخواد اون مسیر ماجراجویانه رو تو عرصه روابط خارجی دنبال بکنه و میخواد یه چارچوب عقلانه ای رو در پیش بگیره. این یه نکته بود. نکته دومم این بود که یه طرح مطالعاتی رو ما توی دانشکده من اجرا کرده بودم به سفارش اتاق بازرگانی که اتاق تهران، اون موقع آقای آل اسحاق رئیس اتاق تهران بود، یه طرحی رو ما تهیه کرده بودیم که در واقع این بود که اگر یه دولتی بعدش خواست بیاد روی کار این خوبه که چی کار بکنه، به چه موضوعاتی بپردازه، اولویت چیه، نمیدونم اول چه کار بکنه، بعدش چه کار بکنه، نمیدونم چیا مهمترین مسائل هستن. خیلی اون کار، یکی از کارهای خیلی من بهش علاقه دارم، کاری که تو زندگیم انجام دادم اون کاره و خیلی قشنگ در اومد اون کار و یه طرح پژوهشی بود تو دانشگاه ولی کاملا علمی ولی معطوف به حل مسائل کشور، یعنی اینکه یکی یک مسائل اقتصادی کشور رو اونجا بره بهش بپردازه و سعی بکنه انجام ببینه که چه کار باید بکنه. و کسانی هم که در این کار مشارکت کرده بودن همین دانشجوهای خودمون بودن، یعنی اینم خیلی با ارزش بود که همین جوانایی که من میگم انقدر مهمه که اینا یاد بگیرن چقدر میتونن مؤثر باشن، همینا اومدن اون کار رو انجام دادن و خب یک اکثریت قریب به اتفاق این بچه‌هایی که تو اون کار قلم زدن و تحقیق کردن و مطلب نوشتن و بعدا هم به عنوان این طرح کتاب اقتصاد ایران به کدام سو میرود چاپ شد. بله. و اکثرا همین دانشجوها اولین گزارشی بود که می نوشتن. خیلی جالبه ها، ببین شما اصلا یه دانشجویی که تازه میخواد حالا ذهنش آشنا بشه با اقتصاد میتونه برسه به یه مرحله ای که برای یه مشکل بزرگی کشور بگه که الان به این نتیجه رسیدیم راه حل اینه، این کارو باید کرد. اینا البته خب ما هر روز جلسه میذاشتیم یا الان بحث میکردیم این چجوریه اون چجوریه و اینها، ولی به هر صورت یه چنین کاری هم انجام شده بود. ما توی اون زمانی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد ولی هنوز مستقر نشده بود، یه فاصله یه دیگه بین این دوتا زمان، توی اون مرکز تحقیقات استراتژیک یک جلساتی برگزار میشد در زمینه های مختلف، مثلا کشاورزی، نمیدونم بازرگانی، صنعت، یکیش هم اقتصاد کلان بود که یه جمعیت شاید مثلا 20 نفره از اکثرا میشناسید، بعدا هم عده‌شون همین شدن کابینه اقتصادی. بله. آقای طیب نیا، آقای سیف، نمیدونم اینا همه تو اون جلسات بودن. و اون جلساتی که تشکیل میشد برای این بود که ماده خام تهیه بکنه، ماده اولیه تهیه بکنه برای دولت که حالا وقتی دولت مستقر شد چه کار میخواد بکنه. تا
تنها کمیته ای که یه پیشنویس آماده داشت که روش بخواد بحث بکنه کمیته کلان بود که یه طرح آماده ای داشت که بخواد بیاد مطرح بکنه. خب اون از طرف اون کمیته و از طرف حالا همون مجموعه خود آقای روحانی اینا آقای روحانی اینا هم من به عنوان مسئول اون کمیته انتخاب شدم. در نظر شما رئیس اون کمیته اقتصاد کلان اینا قبل از انتخابات بله دیگه حالا مربوط میشه به مثلا زمان اعلام نتایج انتخابات حالا تا استقرار دولت که میره تا مرداد. پس بعد از انتخابات مثلا دو ماه بعد از انتخابات قبل از استقرار دولت مثلا میشه خرداد و تیر دیگه. میدونی دنبال چی هم مثلا آقای روحانی داشتم اونجایی که به مردم میگفتن هم چرخه تحریم هم چرخه صنعت. نه اونجا من هیچ چیز نبودم اصلا. پس اون موقع استراتژی اقتصادی خاصی نه من نمیدونم. اون موقع ظاهرا آقای نوبخت باشون کمک فکری میکردن مطلب تهیه میکردن. در زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی من همین تلویزیون میشستم نگاه میکردم. میتونم بپرسم به کی رأی دادید؟ من به آقای روحانی رأی دادم. به آقای روحانی رأی دادید. و بعد خلاصه این اون کمیته بعد از انتخابات و قبل از استقرار دولت تشکیل شد و اون طرحی که ما تهیه کرده بودیم این طرح که دانشگاه شریف کار کرده بودیم به سفارش اتاق تهران اون طرح در اون کمیسیونی که تشکیل شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید. یعنی همه اینو تایید کردن که مثلا همین خوبه که باشه. و بعد یک دوباره بعد از اینکه اینجا به تصویب رسید و هنوز باز دولت هنوز تشکیل نشده بود و اینها یه چیزی شاید حدود مثلا بگم نزدیک شاید 20 ساعت زمان من این موارد رو رفتم برای آقای یه جمعی شامل آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای نهاوندیان، آقای مرحوم ترکان، آقای شریعت مداری، آقای آشنا که بعداً مشاوره ایشون شدن حالا فکر میکنم اینا بودن اگه کس دیگه بود دیگه یادم نیست من میرفتم و اینو توضیح میدادم که در واقع مسائل اقتصادی ما چیه، راه حلاش چیه، چه کار باید کرد اینا. و جالبه که ما اونجا توی اون مطالعه‌ای که انجام داده بودیم که بعدم اومد اینجا عیناً مورد تایید قرار گرفت تو اون جمع یه چیز جالبی که بود این بود که یه برنامه زمانبندی برای اصلاحات اقتصادی اونجا ما تهیه کرده بودیم. یه جدولی بود که ستوناش زمان بود مثلا 6 ماهه دوم سال 92، 6 ماهه اول 93، 6 ماهه دوم 93 همینجوری می اومد تا پایان دولت. بعد سطراش هم اصلاحات اقتصادی بود مثلا اصلاح بازار ارز، اصلاح بازار انرژی، نمیدونم نظام بانکی، چیزهای مختلف. در نتیجه شما وقتی این جدول رو نگاه میکردید تقدم و تأخر این اصلاحات اقتصادی رو میدیدید توش. اول از کجا شروع بشه، بعدش کجا باشه، بعدش کجا باشه. بعد هر کدوم هم میرفت توی جدول دیگه جزئیاتش توضیح داده میشد. خب یه چیز جالبی بود. یعنی آقای دکتر این اطلاعاتی که شما فرمودید بیرون منتشرم شده بود؟ یعنی اینکه بیرونم بود یا اینکه به صورت محرمانه اونجا؟ نه محرمانه نبود. الان همون کتابی که چاپ شده همونی که اتاق بازرگانی بود و اینا. بله بله بله. به جز فقط یه فصلش که مربوط به تحریم میشد که اونو در واقع داخل کتاب نگذاشتیم. بقیه‌اش دیگه همش اونجا بود. و یه چیز جالب اینه که ما اونجا پیش فرضمون این بود که خب قراره که در واقع مذاکراتی صورت بگیره قاعدتا خب شروع شده بود دیگه از قبل و قراره که این در مسیر حل مسئله بره جلو. و ولی خب ما هم به عنوان آدمایی که تخصصی تو حوزه روابط بین الملل نداشتیم، آشنایی نداشتیم با چالش‌های مذاکرات و اینا چون اصلا تجربه‌ش هم تو کشور شکل نگرفته بود،
ولی اونجا ما فرض کرده بودیم که این یک فرایند شاید مثلا 2 سال زمان ببره تا بخواد به نتیجه برسه. 2 سالم زمان برد. 2 سالم زمان برد. همینو میگم. 2 سالم زمان برد. و در نتیجه یه بازه زمانی خواهد بود که توی این بازه زمانی یه چشم‌اندازی تو ذهن همه شکل گرفته که مسیر حرکت روابط خارجی ما به سمت حل مسئله داره میره جلو، ولی هنوز حل نشده. بنابراین یک چشم‌اندازی تو ذهن مردم، انتظارات مثبته، ولی هنوز جریان منابع ناشی از رفع تحریم ها برقرار نشد. بنابراین به نحو جالبی ما توی اون مطالعه‌ای که انجام داده بودیم 2 مقطع تفکیک کرده بودیم. یه مقطع که انتظارات مثبته ولی هنوز منابع نیومده، یه مقطعی که منابع هم میاد. بعد حالا چه کارهایی رو ما باید در این مرحله اول انجام بدیم، چه کارهایی رو در اون مرحله دوم انجام بدیم. یعنی یه چیز خیلی پیشرفته ای بود واقعا از نظر در مقایسه با سندهایی که معمولا تهیه میشه. و بنابراین یه پاسکاری بین اقتصاد و سیاست خارجی تو اون جداول دیده شده بود که شما در واقع یه مقطعی داری که از سرویس میگیری از سیاست خارجی به صورت غیر مستقیم، یه مقطعی داری سرویس میگیری به صورت مستقیم. حالا تو اقتصاد چه کار بکنی؟ تو چه زمینه بری جلو با اینها؟ که اون جدول خیلی جدول مهمی بود که تمام اینا اونجا توش دیده شده بود، مدیریت انتظارات نمیدونم همه این. و در نتیجه اون هر کس که توی اون مقطع میومد و درگیر مسائل کشور میشد میدید عجب این چیز خوبیه، این انگار که جواب همینجاست، یعنی داره میگه که چه کار باید بکنیم. به همین خاطرم شاید این اولین بار بود تو کشور ما، شاید شما این جمله منو یکم تعجب بکنید، ولی خب من چون خودم از نزدیک باهاش مواجه بودم برای من خب خیلی عادیه، و اونم اینه که این اولین بار بود که یه چیزی به نام مدیریت اقتصادی کلان تو کشور ما اصلا در کشور مطرح میشد. اینو شاید شما تعجب بکنید که مگه ما همیشه مدیریت اقتصاد کلان نداریم؟ نه نداریم، الان هم نداریم، قبلا هم نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم اصلا. یعنی چیزی به نام اقتصاد کلان مثلا بگیم که یه جایی هست که میشینن راجب اینی که رشد اقتصادی چیه، تورم چیه، بیکاری چیه، اینا میشینن سیاست گذاری میکنن، ما نداریم متاسفانه. خب اینجا یه رویکرد مدیریت اقتصادی کلان داشت به مسائل کشور که به طور کاملا واضح و مشخصا به عنوان یه اولویت مسلط این بود که تورم رو باید پایین آورد تو کشور. اول اصلی ترین و مهمترین مسئله کشور ما تورمه و باید تورم رو پایین آورد، و خیلی خیلی مهمه که رئیس جمهور اینو درک بکنه و خودش رو متعهد بکنه، بیاد به مردم بگه که مردم من میخوام تورم رو بیارم پایین. بنابراین ادبیات رئیس جمهور بشه ادبیات اقتصادی کلان، نیاد بگه من گرانی رو میخوام از بین ببرم، بیاد بگه من تورم رو میخوام بیارم پایین. این 2 تا مفهوم جداست، مفهوم دو تا روش جداست، 2 تا کلاس متفاوت از رابطه از بیان مطلب. اون گران فروشی تعذیراتیه، تورم یه جور دیگه است. تورم یعنی میگه من میرم سراغ نقدینگی، میرم سراغ پایه‌ها، میرم سراغ علت‌ها. اون میگه من میرم به جنگ کسبه. آره، لشکر تعذیراتیه. بله. خب این بنابراین یه دستاورد من این بود که بتونم اینو به نتیجه برسونم که آقا در گفتمان شما بشه این که من از یه ارتفاعی پایین تر به مسائل کشور نباید نگاه بود. رئیس جمهور نباید از یک ارتفاع بیاد پایین. شما دیدید این پلیس راهنمای رانندگی اگه با هلیکوپتر بالای یک چیزی باشه خب میفهمه گره ترافیک کجاست میگه بود، اما ماشین
خود این بنده خودم لابلای ترافیک گیر کرده، هی این بوق ماشینو به صدا در میاره. خب شما میخواید چیکار کنیم اونجا؟ ما دولتی که میاد خودش وسط ترافیک خودش گیر کرده که نمیتونه مسئله ای رو حل بکنه. اون رئیس جمهور و مدیران کشور باید به این بلوغ برسن که باید با اون اقلن با هلیکوپتر یا برن بشینن تو اتاق فرمان کنترل ترافیک که همه اطلاعات جلوشونه، اونجا باید این کار بکنن. حالا روش آقای روحانی رو قبول دارید آقای نیلی؟ ببینید ما قضاوتی که از اون دوران داریم اینه که نرخای حالا میخوام بگم آره، مناقشه اونجاست دیگه. چون نتیجه یه چیز دیگه. حالا میخوام بگم چون شما سوال کردید که من اگه به جای شما بودم میگفتم دیگه نمیرم. من میخوام بگم که من احساس کردم که انگار یه راهی داره باز میشه و میخوام این رو هم حتما روش تاکید بکنم که به نظر من وقتی که دولت در کشور ما، دولت به معنی قوه مجریه در کشور ما، در جایگاه حکمرانی واقعی قرار بگیره، ادبیاتش هم اصلاح میشه. خب این شاید یه ذره حرف به اصطلاح متعارفی نباشه، ولی دولت در کشور ما به نظرم یه بازه زمانی تا زمانی که برجام به نتیجه رسید یه ارتفاع پروازی گرفت تو سیاست خارجی، یعنی شد مسئول واقعی تنظیم سیاست خارجی کشور انگار، حالا حداقل در موضوع هسته‌ای. وقتی که اونجا یک ارتفاعی گرفت تو اقتصادم همون ارتفاع رو حفظ کرد، یعنی شما ادبیات رئیس جمهور رو تو اون فاصله میبینید صحبت میکنه، خیلی فرق دیگه داره با ادبیات بعدش. دوباره بعدش میاد سراغ گرانی و باز دوباره کنترل قیمت و همه این. ولی وقتی که اونجا شما در یک جایی قرار میگیری که داری راجع به دیپلماسی صحبت میکنی، راجع به روابط خارجی داری صحبت میکنی یا اینها، تو اقتصادم میای راجع به اقتصاد کلان صحبت میکنی. بنابراین به نظر من خود شرایط یه یادگیری رو تحمیل میکنه. وقتی اون شرایط رو تغییر میدی دیگه شما هم میای میشه همین که الان چرا قیمت گوجه فرنگی زیاد شده، یه مدتی میری چرا پوشک گرون شده، نمیدونم چرا چیزهای دیگه، یه دفعه اصلا شما میبینید که چیز عوض میشه، یعنی اصلا کلاس برخورده با موضوعات تغییر میکنه. توی اون فاصله تا فاصله سالهای 1392 یک کار خیلی خوب و قابل دفاعی انجام شد و اونم این بود که دولت اومد یک برنامه خروج غیر تورمی از رکود داد. نمیدونم یادتون هست. بله. و این اولین بار و آخرین بار بود که این اتفاق افتاد که دولت یه بیانیه تحلیلی داد. هیچ وقت اصلا چنین چیزی ما نداریم که دولت بیاد یه بیانیه بده، بیانیه تحلیل اقتصادی کلان، بگه مردم من دارم مسائل اینجوری میبینم، فکر میکنم مشکلات کشور ایناست و فکر میکنم الان من باید به این موضوع بپردازم. هیچ وقت ما چنین چیزی نداشتیم. خب یه بیانیه تحلیلی دولت داد که گفت که آره من میخوام، فکر میکنم الان ما باید از این شرایط رکود بیایم بیرون، اما باید غیر تورمی از این رکود بیایم بیرون. و در نتیجه یه برنامه تهیه کرد و اومد و به تصویب رسید و ابلاغ شد که بخواد اجرا بشه، که شد یه قسمتش شد اون قانون رفع موانع تولید غیر رقابتی و اینا که رفع مجلس، قسمت زیادش هم تو خود دولت به تصویب رسید. خب این کار رو یه جورایی در ادامه اون همون کاری بود که انجام شده بود دیگه، قبلا انجام شده بود توسط همین تیم، حالا منهای تقریبا میتونم بگم سازمان برنامه، ولی بقیه دیگه همکاری میکردن طبق همون روالی که اونجا ما داشتیم. من این رو هم یادآوری بکنم که توی اون جلسات کمیته اقتصادی کلان که گفتم تشکیل میشد، بله، که از توی اون مثلا دکتر طیب نیا شد وزیر اقتصاد، آقای سیف بودن، آقای آشنا بودن، آقای کمیجانی، نه اونو با رئیس جمهور بود، این که گفتم یه حدود 20 نفری بوده، بله، مثلا آقای دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی شد، مثلا اینا تیم شدن داخل تیم اقتصادی دولت. بنابراین
یه مقداری این یه چیزی شکل گرفت اونجا، یه رفت و برگشت فکری شکل گرفت که حالا تا یه اندازه‌ای به هر صورت اینا به هم دیگه شاید بتونن یه کمی نزدیک بشن. تنها کسی که تو اون جلسات اصلا حضور نداشت و ولی خب چهره مهمی هم در دولت شد که تو اقتصاد خیلی نقش آفرینی میکرد آقای دکتر نوبخت بودن که توی اون جلسات ایشون شرکت نمیکردن، ولی خب بالاخره ایشون رئیس سازمان برنامه شد در دولت جدید و بعدم ما دوباره اون جلسات رو به نوعی در یه قالب دیگری من ادامه دادم توی دولت، منتها بازم بدون حضور سازمان برنامه برگزار میشد. این در نتیجه یه چیزی بود دیگه، نقطه شروعی بود برای اینکه یه مقداری در واقع پیشبرد اون مطالب یه کمی با آروم آروم داشت سخت میشد. حس نکرده بودید با توجه به تجربه قبلیتون که یه مسئله‌ای است؟ بله، به هر صورت دیگه راستش میدونید من فکر میکردم که شاید یعنی من اینطوری حالا بگم براتون، چون شما یه سوالی هم پرسیدید که شما مثلا چی شد که بالاخره آدم چند بار هی به قول معروف ببینه که کار به نتیجه نمیرسه. ما اون وقتی که کابینه تشکیل شد آقای روحانی، من دیگه اون وقتی که به من گفتن به عنوان مشاور اقتصادی با ایشون همکاری بکنم، دیگه این تیم تشکیل شده بود دیگه، یعنی دیگه بعد از تشکیل کابینه من به عنوان مشاور خود آقای روحانی به شما پیشنهاد داد یا با واسطه پیشنهاد شد؟ نه خودشون پیشنهاد داد. خودشون پیشنهاد داد. بله خودشون گفت. بعد چون ایشون هم گفتن که من کلن روال به نظرم جالبی هم بود. ایشون گفتن من اینجوری نیستم که مثلا 10 تا مشاور اقتصادی 15 تا، بالاخره بعضی از رؤسای جمهور اینطوری بودن. ایشون گفت من روالم اینه که یه نفر رو من به عنوان مشاور انتخاب کنم توی حوزه ای، مثلا تو اقتصاد میگم یه نفر مشاور منه، نه اینکه بگم 3 نفر 4 نفر هستن. و در نتیجه حالا به من پیشنهاد دادم، من در نتیجه اون موقع میدونستم که الان تیم اقتصادی کیا هستن، پس یه اندازه مشکلات رو میدونستم وقتی که به من پیشنهاد دادم. به همین خاطرم واقعا من تقریبا تصمیمم این بود که ادامه ندم، همون یعنی قبول نکنم، همون اول که به من پیشنهاد دادم. بعد ما آمدیم تو خونه، من با خانومم و بچه‌ها و اینا گفتم که والا الان اینطوری شده. اینا هم گفتم با چند بار شما میخوای بری؟ اونم خب بیشتر اذیت می‌شدن از این چیزا دیگه. گفتن که با اینا مگه میتونی شما کار کنی؟ مثلا بالاخره معلومه که هماهنگ نیستید و اینها. گفتم آره منم همین، به همین خاطر. بعد ما این تو خونه به من گفتن که داماد من به من گفت که اسم نوام محمد امینه، خدا حفظش، خیلی ممنون، گفت که اگر محمد امین بزرگ شد از شما پرسید که شما میتونستی یه کاری بکنی که من وضع آیندم مثلا بهتر از این بشه، الان منظور از نظر کشور و مشکلات کشور و این هست، بعد شما بگی من اون موقع میتونستم قبول نکردم، میتونی جوابشو بدی؟ بعد من دیدم این صاف زد به یه قسمتی که من اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی من واقعا فقط همین یه جمله پاسخ سوال شماست. یعنی من واقعا پیش خودم فکر کردم که راست میگه، حالا شاید هم یه وقتی دیدی من تونستم یه کاری هم بکنم. و بنابراین این باعث شد که من اون پیشنهاد ایشون رو قبول کردم. هر چی زمان گذشت خب من دیدم کار داره سخت‌تر میشه. حالا ایشون البته خیلی به من لطف داشتن از نظر شخصی، ولی خب از نظر سازمانی بالاخره خود جزئیاتش رو میگه چه جوری سخت میشد. مثلا شما میگفتید طبق اون کتابچه و طرح، چون من فهمی که در این مصاحبه با شما پیدا کردم شما کلن فردی هستید که زیاد مستند میکنید، بر طبق یک اصول و قاعده ای میرید جلو و خیلی هم سعی میکنید از طریق سلسله مراتب
کارا رو ببرید، مثلا اونجایی که احساس میکنید آقای ناطق باید کمک کنه میرید بالا میگی آقا بیا به داد من برس، به حریف این سیستم نیستم. یه همچین احساسی بهم دست داد. بعد احساس کردم که شما فردی خیلی اخلاق معاب در صحبت هستید، خیلی اهل دور زدن و سیاست ورزی و اینا. این فهمایی بود که من در مصاحبتی که با شما داشتم رسیدم. دقیقا اون موقع چه اتفاقی می افتاد آقای دکتر؟ دیگه شما کاملا فرد پخته شناخته شده با یک دانشجوانی که این سرباز پشت شما بودن، چجوری شما، ببخشید من این جمله رو میگم، از اسمتون سوء استفاده شد؟ شما اون موقع شما رو می شناختیم صادقانه. ما اون موقع تو بورس هر اتفاقی که می افتاد می گفتیم آقای دکتر نیلی، همه تو دانشگاه گفت، خودشون اپوزیسیون بودن، الان اومدن چه وضعشه، آقای طیب نیا چه کار خاصی کرده. بعد دیدیم که اصلا همه چی اصلا پاشید. بله والا ببینید خیلی سخته که خیلی آدم بخواد اون عواملی که عوامل آینده ساز توی کشور ما، خیلی هاش در جهتی نیست که آدم مطلوبش باشه. خب این یه چیزیه که همیشه وجود داشت و اون موقع هم وجود داشت. منتها تفاوتی که اون موقع من واقعا احساس میکردم که میتونه وجود داشته باشه این بود که تو سیاست خارجی یه اتفاقی داره میفته که این مزیت آقای روحانی شاید همینه که بتونه تو سیاست خارجی یه مسیری رو برای اقتصاد باز بکنه و احساس میکردم که شاید این مزیت ایشون اگر کنار یک مثلا توصیه‌های اقتصادی بتونه قرار بگیره، این شاید یه رزونانسی بتونه ایجاد بکنه که بالاخره کشور توی یه مسیر درست و خوبی بتونه بیفته. این که یک کسی که مشاوره کارش حرف زدنه، یعنی چیزی نداره که نوشتن و حرف زدن، ابزاری که دستش نیست که بخواد بگیم که، یعنی سازمان برنامه داره کار خودشو میکنه، وزارت اقتصاد داره کار خودشو میکنه، بانک مرکزی داره کار خودشو میکنه، مشاور میتونه به رئیس جمهور بگه که به نظرم بهتره از سازمان برنامه اینو بخوای، بهتر از وزارت اقتصاد اینو بخواه. اینه دیگه، مشاور این کارو میتونه انجام بده. ولی اگر اونها مسیر خودشونو دارن میرن جلو، خب این کار میتونه شکل نگیره. من کاری که تلاش کردم اول انجام بدم که تا یه مدتی هم احساس میکردم میتونه خوب جلو بره، اومدم یک فکری کردم، گفتم که اون کمیته اقتصادی کلان که اون موقع تشکیل شده بود رو حالا بیایم بهش یه قالب یه کمی مثلا رسمی بهش بدیم، بیام بگیم که یک کمیته مثلا شورای اقتصاد احیا کنیم. نه شورای اقتصاد نمیشد دیگه، شورای اقتصاد قانون برنامه بودجه داره، نمیشد. من گفتم که ما بیام یک کمیته تخصصی اقتصادی کلان توی دولت درست بکنیم، متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و دو تا بازوی پژوهشی اقتصاد کلان دولت، یکی مؤسسه نیاوران که من خودم رئیسش بودم در دولت آقای روحانی رئیسش شدم، یکی هم پژوهشکده پولی بانکی که آقای دکتر فرهاد نیلی بودن رئیسش بود، دو نفرم اقتصاددان توش بیان عضو بشن، یه جمعی درست بشه که ما بشینیم اینجا راجع به مسائل اقتصاد کلان اینجا صحبت بکنیم و بحث بکنیم و این. اون جلسات شروع کردیم، راه انداختیم و فعال شد. به جز سازمان برنامه که تقریبا نمی آمد توی جلسات، یا اگرم می آمد معاون زیربطش نمی آمد، وزارت اقتصاد فعال می آمد، بانک مرکزی فعال می آمد، آقای دکتر سیف اکثر جلسات خودش می آمد، حالا وزارت اقتصاد خب آقای دکتر شاپور محمدی می آمد و هم آقای سیف می اومد، هم آقای کمیجانی می اومد، هم معاون اقتصادی بانک مرکزی می اومد و مؤسسه خوراک تهیه می کرد برای اون جلسات، پژوهشکده پولی بانک خوراک تهیه می کرد.
اولین بار شد که اینا با هم بشینن رو مسائل اقتصادی کلان صحبت بکنن. این که سازمان برنامه که آقای دکتر پور محمدی می اومد که معاون تولیدی بود، ایشون اصلا نقشی نداشت تو مسائل اقتصادی. در واقع باید آقای دژپسند می اومد تو جلسات شرکت میکرد، خب ایشون شرکت نمیکرد و فکر میکردن که یعنی اینا رو باید سازمان برنامه مثلا باید این جلسات تشکیل بشه، شاید نمیدونم. بر صورت ما اونجا این طرح خروج غیر تورمی از رکود رو تو همون کمیته نهایی کردیم، تمام شد. اگر خاطرتون باشه در اردیبهشت 1393 طرح اصلاح قیمت حاملای انرژی اجرا شد که 53-54% متوسط قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کرد در سال 93، اردیبهشت 93، که جالبه که تورم پایان سال 92 ما 34-35% بود و این میخواست 53-54% قیمت حاملای انرژی رو ببره بالا که کارهای کارشناسیش و بررسیش و اینا توی 92 انجام شده بود و تقریبا همه بدون استثنا به من میگفتن که این کار خیلی خطرناکه چون تورم اینقدر بالاست، اینم الان بیاد سوار بشه روی اون یه موج تورمی خیلی بزرگی رو میتونه درست بکنه. اون کار رو هم باز ما تو اون کمیته و با محوریت مؤسسه نیاوران در واقع انجام دادیم که تورم پایان سال 93 ما 15% بود. یعنی ما نه تنها 52-53% تورم درست نکرد، بلکه ما تورممون در پایان سال 93 به شدت کاهش پیدا کرد نسبت به آخر 92. خب این خیلی چیز مهمیه که شما، مگه همه فکر نمی کنن شما قیمت عامل انرژی رو وقتی میبری بالا این تورمزاست، در حالی که شما مدیریت اقتصادی کلان، مدیریت رشد نقدینگی، اینا مهمه که شما اون تورمزا باشه یا نباشه. سالها ما میگفتیم که این به خاطر این نیست که تورم درست میشه، به خاطر بی‌انضباطی پولی و مالیه. خب این عملا نشون داده شد که این حرف درستی بود. پایان سال 93 تورم ما به شدت کاهش پیدا کرد و قیمت عامل انرژی هم به شدت افزایش پیدا کرد. ما بعدش رفتیم رو اصلاح نظام بانکی، دیگه اونجا به مشکل خوردیم دیگه. یعنی دیگه سال 1394 طرح اصلاح نظام بانکی رو ما تهیه کردیم مشترکاً با مؤسسه نیاوران که من مسئولیتش رو داشتم و پژوهشکده پولی و بانکی. خیلی بانک مرکزی همکاری کرد، واقعا خیلی همکاری کرد تو این کار و یه طرح جامعی در اومد برای اصلاح نظام بانکی. دیگه این باید حتما میرفت تو دل سازمان دیگه، یعنی باید تو بودجه دیده میشد. خب ما آمدیم توی تبصره، یه تبصره بودجه من نوشتم برای بودجه سال 1394، من بردم اینو دادم آقای دکتر ناوندیان امضا کرد، آقای سیف امضا کرد، آقای طیب نیا امضا کرد، خودم هم امضا کردم، دادم به آقای دکتر نوبخت یا آقای دکتر دژپسند. گفتم که دیگه بحثاش این خود آقای روحانی و اینا هم در جریان بودن که ما دولت بیاد بدهی های خودش رو به بانک ها تبدیل به اوراق بکنه، بعد این اوراق رو بده به بانک ها، بنابراین یواش یواش بدهی های دولت مارکتبل میشه. بعد این که اوراق رو میده به بانک ها، بانک ها وقتی میخوان از بانک مرکزی قرض بگیرن اوراق رو اون وثیقه بگذارن پیش بانک مرکزی. خیلی طرح جالبی بود واقعا و این میتونست یک اصلاحی درست بکنه. بعد بدهی دولت به پیمانکار و بدهی پیمانکار به بانک رو یه اتاق سه جانبه طراحی کرده بودیم که اینها در واقع تبدیل بشه به اوراقی که پیش دوباره پیش بانک ها میمونه. بدهی دولت با پیمانکار صاف میشه، بدهی پیمانکار با بانک صاف میشه، دوباره اوراق میاد پیش بانک، بانک اینو میده پیش
بانک مرکزی. این البته تا حدودی اجرا شد که اوراق به سخاب و اینا اونجا. خب بله، ولی دیگه اون خیلی فرق داشت با اون که اصلا یه چیزی بله. بعد به هر حال این کار دیگه جایی بود که من احساس کردم دیگه نه، خب این کار دیگه جلو نمیره، یعنی دیگه ما اون تبصره عملا نرفت تو بودجه 1395 نرفت تو بودجه و ما تلاش کردیم که توی اصلاح بودجه این بره قرار بگیره، یعنی توی اصلاح بودجه 95 بره قرار بگیره که دوباره باز اونم رفت و صرف چیزای دیگه شد، یعنی دیگه شد. البته به وسیله اون اقدامات اوراق وارد اصلا اقتصاد ایران شد دیگه، یعنی ما یعنی خودش یه قدم مبارکی بود که اوراق بتونه وارد بشه، ولی اون به منظور اصلاح نظام بانکی اگر اون وارد شده بود ما این وضعیتی رو که الان از نظر، یعنی ما عملا اصلاح نظام بانکی انجام ندادیم دیگه، هیچ کاری دیگه انجام نشد، به طریق اولا اصلاح نظام بودجه هم انجام نشد و دیگه اصلاح نظام قیمت حاملای انرژی هم که دیگه ادامه پیدا نکرد و عملا برنامه ششم هم دیگه یه سند بدون، یعنی گفتمانی نداشت برنامه سوم، برنامه ششم که ما بگیم که یک گفتمانی را افتاد توی کشور، مثلا برنامه سوم یک گفتمان را انداخت دیگه، یعنی مثلا واژگان برنامه سوم تبدیل به یه واژگان در واقع اصلاحات اقتصادی و اینا شد، در نتیجه کشور افتاد تو مسیر این که بیشتر ما از اون چیزی که تو ذهن من بود که اصلاح روابط خارجی اقتصاد شرط لازمه برای اصلاحات اقتصادی، درسته؟ این یعنی هنوزم من دارم از همین دفاع میکنم که بدون اصلاح روابط خارجی اصلاحات اقتصادی انجام شدنی نیست، بدون اصلاح اقتصادی هم اصلاح روابط خارجی فقط بیماری هلندی برای ما میاره. خب خیلی از همین صحبت اول شما استفاده، سوء استفاده نمیدونم، میگن که افرادی مثل شما کشور رو وابسته میکنن حالا و نتیجه این وابستگی رو من با ادبیات خودشون میگم، بندگی غرب هم فضاحت دهه 90 بود که کشور به یه جای دیگه ای نگاه کرد، گفت آقا من زمانی رشد میکنم که به خارج باید نگاه بکنم و خب خارجی هم شروع کرد به بازی دادن و نتیجهش این شدش که با سال 97 و تحریم و بدتر از قبل همه چیز تکرار شد. بله. ببینید ما یه نگاهی به دنیا بیاندازیم ببینیم که آیا روابط بین کشورها، کشورهای مختلف دنیا، نه در سال 2023، در سال 2000، در سال نیم از، حالا من میگم از دهه 90 به این طرف، حتی قبلش هم این حرف قابل گفتن هست، ولی حالا هرچی به این سمت میایم گزاره‌ای که میخوام مطرح بکنم قوی تر میشه، آیا نوع رابطه بین کشورهای مختلف دنیا رابطه نوکر و ارباب الان ما تو دنیا داریم؟ مثلا فرض کنید حالا هر جا شوید، مثلا کره جنوبی، نمیدونم سنگاپور، مالزی، ترکیه، عربستان، نمیدونم کویت، اینا آیا مناسباتی که مثلا با آمریکا دارن، مناسباتی که با اروپا دارن، یعنی اینها بندگی اونا رو پذیرفتن؟ آیا هنوز ما داریم فکر زمان استعمار و دوران استعمار و اینا رو داریم، روابط بین الملل رو داریم اونطوری میبینیم، فکر میکنیم که یک کشورهایی اصلا استعمارگر هستن، یک کشورهایی اصلا مستعمره هستن، تحت استعمار هستن، بعد اونا که میگن اینا همون دستورات رو اجرا میکنن؟ آیا ما چنین حکایتی از دنیا داریم؟ اگر داریم من اون حکایت رو ندارم،
و من اصلا دنیا رو اینطور نمیبینم، برای که اینطور نیست واقعا. یه زمانی بوده در سالهای دور، گذشته های دور، اون زمانی که ما دانشجو بودیم، در واقع میخوام بگم اون زمانی که سیاستمداران امروز ما داشتن در اون زمان تمرین سیاسی میکردن، اون موقع داشتن مبارزه سیاسی میکردن، دنیا رو الان دارن با اون عینک میبینن، فکر میکنن که هنوزم اون زمانه که کشورهای صنعت یه جای دنیا بود، منابع طبیعی یه جای دیگه دنیا بود. بعد اونا برای اینکه صنعتشون را بیفته احتیاج به منابع طبیعی مثل نفت و گاز و معادن طبیعی و دیگه داشتن. بعدم خیلی تولید وابسته به جایی که به تکنولوژی باشه به نهادهای تولید وابسته بود. در نتیجه اونا میخواستن نهادهای تولید رو به ارزون ترین قیمت ممکن در اختیار بگیرن. این شد استعمار. این مربوط به کی میشه؟ مربوط به 70 سال پیش به اون طرف. آیا امروز تولید در آمریکا، تولید در کشورهای اروپایی اصلا دیگه صنعت اونجاست؟ و اگر هست آیا به تکنولوژی وابسته است یا به مواد اولیه؟ آیا الان آمریکا نیازمند نفت ارزان واقعا؟ بعد که حاضر باشه بیاد به خاطر اون بیاد و اینا رو خاورمیانه رو در اختیار بگیره و نمیدونم کشورهای مختلف رو بگیره. آمریکا که اصلا خاورمیانه رو رها کرد رفت. یعنی مگر بایدن نیومد از سر قضیه حمله روسیه به اوکراین از عربستان مگر نخواست که بیاد نقش بیشتر ایفا بکنه؟ عربستان قبول نکرد. اگه عربستان نوکر آمریکا بود که لازم نبود اصلا بایدن بیاد اینجا. به اون میگفت، دستور میداد که شما الان وقتشه که تولید رو زیاد بکنه. خب ما لازم داریم که یه شناخت واقع بینانه از دنیای امروز داشته باشیم. ببینید ما واقعیتش اینه که نتونستیم یک تعریف محدود، تعریف معطوف به توسعه اقتصادی از روابط بین الملل خودمون مبتنی بر استقلال به دست بیاریم. ما شکست خوردیم متاسفانه در ارائه این تعریف. یه واقعیتی. یعنی چی؟ یعنی شما الان آیا غیر از اینه که ما تصورمون اینه که مستقل بودن یعنی در تعارض با غرب بودن؟ این الان دیگه فکر میکنم تقریبا واضحه. قبول داری؟ بله. خب آیا با این میشه توسعه پیدا کرد؟ آیا میشه شما بگید که ما الان کشور منزوی نیستیم؟ الان در حال حاضر توی دنیا منزوی اونه که ارتباط نداره، نه بهش آزاری میرسونن نه این آزاری میرسونه به بقیه. به این میگن منزوی. مثل این اوتیسم داشته باشیم توی چیز، مثل یه فردی حالا در روابط بین الملل در اون گرا باشیم. ما الان درگیریم، یعنی ما الان منزوی نیستیم، ما الان در حال جنگیم دیگه. یعنی بالاخره جنگ فعاله الان تو کشور ما، اونتا نه جنگ نظامی، جنگ اقتصادی. آیا با این میشه توسعه پیدا کرد؟ حداقل من سراغ ندارم کشوری رو که از طریق جنگ توسعه اقتصادی پیدا کرده باشه. هر کس سراغ داره معرفی بکنه. حالا اگر یه کسی مثل من میگم من واژه‌ای رو که به کار میبرم برای استقلال، خودکفایی رو من صراحتاً نفی میکنم. تو اون کتاب استراتژی توسعه صنعتی گفتیم که 4 تا گزینه وجود داره. یکی اینه که شما بگید من میخوام خودکفا بشم، یعنی هر آنچه که نیاز دارم رو خودم تولید بکنم. یکی این استراتژی جایگزینی وارداته، یه مرحله از اون خودکفایی ملایم‌تره
ولی دنبال اینه که در واقع وارداتش رو با تولید داخلی جایگزین بکن. یه مرحله میره این طرفتر، استراتژی کلن عوض میشه، میشه توسعه صادرات. یه مرحله میشه از اینم میره اون طرفتر، میشه اون چیزی که ما امروز داریم در دنیای مدرن مشاهده میکنیم، مشارکت در زنجیره ارزش جهانیه. شما هم یک قسمتی از این هستید. خب آیا از خودکفایی به سمت گزینه چهارم حرکت کردن به معنی وابسته تر شدنه؟ بله، به معنی وابسته تر شدنه. آیا وابسته بودن به معنی از دست دادن استقلاله؟ نه، اصلا اینطور نیست. ما وابستگی رو یه وقتی هست میگیم وابستگی نامتقارن، یه وقتی هست میگیم وابستگی متقارن. دنیای امروز دنیای وابستگی متقارنه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که شما وابسته میشید به بقیه، بقیه هم به شما وابسته بشن. اون موقع شما مستقلید کاملا. ما یه وقتی هست میگیم استقلال، یعنی تعریف سیاسی استقلال رو مطرح میکنیم. تعریف سیاسی استقلال یعنی اینکه مرکز تصمیم گیری در داخل کشور باشه. خیلی تعریف ساده ای. اما تعریف استقلال اقتصادی اصلا به سادگی تعریف استقلال سیاسی نیست. استقلال اقتصادی یعنی توازن پایدار در تراز پرداختات. اینی که من میگم، با دقت دارم میگم، یعنی میگم تراز پرداختاتون توازن داشته باشه، پس کسری نداشته باشید. ثانی هم پایدار باشه، نه اینکه امروز قیمت نفت بالاست شما مازاد تراز پرداخت داشته باشید، فردا که قیمت نفت میاد پایین بگید دیگه خب دیگه حالا قیمت نفت کم شده دیگه چیکار باید بکنید. نه، شما اگر به یه اقتصادی تبدیل شدید که در کنار صادرات نفت صادر کننده یک عالمه محصول دیگه هم بودید که ربطی به نفت نداره، اون وقت شما وارد کننده یه عالمه محصول دیگه هم باشید. الان چین 2500 میلیارد دلار صادراتشه، درسته؟ یه چیزی حدود 2200 میلیارد 2300 میلیارد دلار هم وارداتشه. خب این همه میگن که هر چی که ما میبینیم صادر میشه که چینیه، پس اون 2200 میلیارد دلار واردات اون چیه دیگه؟ مبارد. اون کیه که دیگه داره به چین صادر میکنه؟ خب بله، چین هم دیگران رو به خودش وابسته کرده، هم خودش وابسته به دیگرانه. چرا وقتی که 2008 آمریکا با بحران بزرگ مالی مواجه شد، اگه ما بودیم به جای چین بودیم چی کار میکردیم؟ یه دلمون خنک میشد از اینی که آمریکا به عنوان قدرت بزرگ دنیا به این وضعیت در اومده، با یه بحران بزرگی مواجه شده و کاملا هم مقصر بوده. خب بعدن بالاخره یه اشکالاتی تو سیستم رگولاتوری اونا وجود داشت، تو بازارهای مالی، که این مسئله به وجود اومد. یه دو سه ماه چین هی آمریکا رو نکوهش کرد که آخه این چه وضعشه، چرا اینطوری شده با اینا. خب بعدش فکر کرد که من بزرگترین شریک تجاریم آمریکاست، اگر آمریکا واقعا رکود اتفاق بیفته، درآمدش بیفته، اول جایی که آسیب میبینه منم، چون وارداتش کم میشه، واردات اون صادرات منه، منم رشدم با صادراته. به این میگن وابستگی متقابل. پاشد رفت گفت بیا من حالا چه کاری ازم برمیام، میخوام کمکت کنم از این بیای بیرون. کجا بیشترین اوراق خزانه رو از آمریکا خریداری کرد؟ چین. چین کمک کرد آمریکا 2008 بتونه یه سیاست انبساطی مالی در پیش بگیره، وگرنه نمیتونست. به این میگن وابستگی متقابل، یعنی آمریکا به چین وابسته است،
چین هم با آمریکا وابسته است. الان دنیا در نفت به عربستان وابسته است، نفت هم در واردات مواد اولیه به دنیا وابسته است. حالا شما عربستان رو مقایسه کنید با ترکیه، رقم صادرات عربستان با رقم صادرات ترکیه خیلی به هم نزدیکه، خیلی به هم نزدیکه. منتها اونی که ترکیه صادر میکنه به دنیا حاصل جمع ده ها هزار محصول از هزاران بنگاه اقتصادیه، اون صادرات عربستان مال آرامکو فقط یه شرکت داره صادر میکنه. خب این اقتصادش یه جور آسیب پذیریش کمتره، اون یه جور آسیب پذیریش بیشتر. بنابراین ما متاسفانه به دلیل همین که یه سندی مثل استراتژی توسعه صنعتی رو که متاسفانه از سال 1380 که این تهیه شد تا امروز که 1401 رو داریم تمام میکنیم، شما ببینید چند بار دستور داده شده استراتژی توسعه صنعتی رقیب اون تهیه بشه تو کشور، شده یا نشده؟ چرا؟ نه اینکه اون کار ما یک کار خیلی ویژه‌ای بوده، چون اونجا ما با صراحت ذکر کردیم که استراتژی توسعه صنعتی اصلا یک استراتژی تجاریه در درجه اول. یعنی شما در درجه اول باید بدونید که تو تجارت میخواید با دنیا چه کار بکنید، میخواید صادر کننده باشید، میخواید وارد کننده باشید، یا میخواید متقابل کار بکنید. شما قراره که تو عرصه بین المللی چه بازیگری باشید، تکلیف چیه؟ به این میگن استراتژی توسعه صنعتی. یعنی استراتژی توسعه صنعتی این که با این عناوین نامگذاری شده، جایگزینی واردات، توسعه صادرات. ببینید واردات و صادرات کلید واژه های تجارته. میگه یا جایگزین واردات رو انتخاب بکن یا توسعه صادرات رو انتخاب بکن. پس شما یک استراتژی تجاری داری انتخاب میکنی که از توش استراتژی صنعتی در میاد. یه وقتی از شما میگی که من میخوام کلن دنبال حمایت از صنعت نوزادم، میشه جایگزینی واردات. یعنی میگه من یه صنعتی دارم که این نوزاده. الان صنعت خودروی ما یه نوزاد 50 چند ساله است. یعنی هنوزم میگه ما باید این نوزاده دستشو باید بگیریم خودش را بره، اگر اجازه بدیم واردات انجام بشه به 24 ساعت نمیرسه که تعطیل میشه کار. خب پس بنابراین کسانی که به تفکر من افرادی شبیه به من حمله میکنن، میگن که شما در واقع نگاه به نمیدونم غرب و نمیدونم اینا داری، کشور اون سمت چی رو به عنوان جایگزین مطرح میکنن؟ خودکفایی؟ نگاه به شرق و احتمال. خب خود شرق آیا چجوری داره توسعه پیدا میکنه؟ الان خود شرق چطوری داره توسعه پیدا میکنه؟ آیا شرق که منظور یک جغرافیا نیست؟ جغرافیای چین یه جغرافیا است، اما استراتژی حکمرانی در چین ما او در همون جغرافیا با استراتژی حکمرانی بعد از ما او در همون جغرافیا یه چیز دیگه شده. فرقش تو چی بوده؟ فرقش تو این بوده که اتفاقا همین روی کرده تعاملش رو تغییر داد دیگه، مگه غیر از اینه؟ یعنی چین روی کرده خودکفایی رو تبدیل کرد به روی کرده برونگرا. این تغییر اصلی بود که داد دیگه. نگاه به شرق یعنی چی اصلا؟ مگر اصلا ما راجع به نگاه به غرب داریم صحبت میکنیم که میگیم نگاه به شرق؟ ما میخواییم کشورمون توسعه پیدا بکنه. اگه میخواد توسعه پیدا بکنه بدون تکنولوژی، بدون بازار و بدون منابع، توسعه اقتصادی بیمعنیه. این ستا، منابع، بازار، تکنولوژی، ما این ستا رو لازم داریم. از کجا میخواییم بیاریم؟
الان ما با پسنداز مردم میخواییم توسعه سرمایه گذاری 200 چند میلیارد دلار الان باید توی صنعت گاز کشور سرمایه گذاری بشه. همین وزیر نفت همین دولت گفته دیگه. از کجا میخواد بیا؟ منابع باید باشه دیگه. منابع رو از کجا میخواییم بیاری؟ از بانک مرکزی؟ بانک مرکزی که منبع نیست. خب پس از پسنداز مردم میخواییم بیاریم؟ مردم الان مصرفشون کفاف درآمدشون کفاف مصرفشون رو نمیده با این شرایط. خب آیا این به این معنیه که ما بریم بگیم که خیلی خب هر چی شما دستور میدین همون کارو بکنید؟ اصلا دنیای امروز این دنیا نیست. مالزی رو قبول داریم یا قبول نداریم؟ بله. آیا مالزی الان نوکر دنیاست، نوکر آمریکاست؟ آقا همه که الان مهاتیر محمد رو چیز میکنم خیلی اینجا همه ازش تعریف میکنم. خب چرا نمیپرسیم ازش شما چجوری توسعه پیدا کردی؟ توسعه درونگرا پیدا کردی؟ ما مالزی که روغن نخل صادر میکرد فقط، یک کشور فقیری بود تا چه سالی؟ تا اواسط دهه 80 میلادی. بنابراین ما حالا ممکنه اینجا کسانی متاسفانه ما توی یک ما به عنوان افراد اقتصادی یک کمی تنها هستیم از نظر نوع نگاه، یعنی حامی توی جناح سیاستمداران کشور متاسفانه حامی نداریم. چرا؟ چون ما یه بخشی از سیاسیون کشور ما هر نوع از تعامل با بیرون رو تو همین رابطه نوکر و اربابی تحلیل میکنن و فکر میکنن که اگه شما رفتی به سمت تعامل داری دیگه در واقع تسلط اونها رو داری میپذیری. شما یه مثال بیرونی بزنید که الان یه چنین چیزی برقرار باشه. یه عده اینجوری فکر میکنن، یه عده هم فکر میکنن که نه ما باید بریم تعامل بکنیم ولی تو اقتصاد دیگه را مردم رو اذیت نکنیم. ما همین که تعامل کردیم سیل منابع سرازیر میشه اینجا و دیگه نه لازم اصلاح بودجه انجام بدیم، نه اصلاح نظام بانکی انجام بدیم، نه حاملای انرژی رو انجام بدیم. سرمایه سرازیر میشه به کشور رو میان سرمایه گذاری میکنن. این سیاسیون ما متاسفانه الان توی این دو گروه قرار داره. ما این وسط یه گروهی هستیم که میگیم که شما باید تعامل با دنیا داشته باشید برای اینکه این ناترازی‌های داخل اقتصاد پیش نیاز این اصلاحاته. یعنی شما بدون تعامل با دنیا سراغ اصلاحات اقتصادی برید کشور به هم می‌ریزه. مردم تحمل نمیتونن بکنن، واقعا یه واقعیتیه. بدون اصلاحات اقتصادی هم سراغ تعامل با دنیا بری میشه بیماری هلندی، میشه هم که نفت صادر کنید شما. بله میشه وابستگی، میشه وابستگی، اون وابستگی نامتقاره. خب الان من سوالم اینجاست، شما سال 92 تا سال 97 درسته؟ تا اول 97 دیگه، تا اول 97 در یعنی اما فروردین 97. آره تا اون تصمیم عجیب و غریب. خیلی هم واقعا تاریخ ایران گرده های دکتر، میچرخه اون تصمیم های عجیب و غریب دوباره گرفته میشه. میخوام نقش خودتون رو بدونم از زاویه دید خودتون، نقش آقای دکتر نیلی در اون دوران در سیستم اقتصاد، در دوران سیاست گذاری اقتصادی ایران رو چند درصد ارزیابی میکنید؟ حالا درصد گفتن که حدود دیگه میخوام ببینم، دقت نداره ولی من میتونم. بله من ببینید، من نقش خیلی شاید مؤثری ایفا کردم در اون طرح خروج غیر تورمی از رکود که خیلی کار لازمی بود توی ابتدای تشکیل دولت. نقش خیلی مؤثری ایفا کردم به عنوان یعنی کسی که مسئولیت این کار رو داشتم که اون اصلاح انرژی سال اردیبهشت 1393 رو انجام دادم. از اونجا به بعدش که میشه دیگه میاد توی سال 94 و 95 و اینها، من دیگه نقشم به عنوان این در این مقیاس دیگه چیزی بیشتر این بوده که یک کارهایی رو من سعی کردم که پایه‌گذاری بکنم. یعنی ما
مثلا 1394 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، اواخر 94 اولا من اون مؤسسه نیاوران رو تبدیل به یک مرکزی کردم که سرویس مشاوره‌ای بده به رئیس جمهور. همین الان هم اون مؤسسه داره همون گزارش ها رو تهیه میکنه، منتها خب حالا نمیدونم کجا استفاده میشه، ولی شاید یه 12-13 تا گزارش ماهانه دو صفحه‌ای، بعضا یک صفحه‌ای تهیه میکرد برای رئیس جمهور که خیلی کار بود، کاملا مدیریتی که رئیس جمهور رو اونا دستور میداد. یعنی این اولین بار تو کشور ما بود که چه این نهادی درست شد که به شخص رئیس جمهور سرویس بده و راجع به مثلا 12-13 تا موضوع مهم کشور هر ماه گزارش تهیه میکرد و این گزارش ها رو میز رئیس جمهور قرار میگرفت، هیچ وقتی هم ازش نمی برد چون یک صفحه بود یا حد اکثر یک صفحه و نیم، کم به ندرت ممکن بود دو صفحه بشه، که اون موضوع رو خیلی به اختصار توضیح داده بود، گفته بود که چیه. خب این یکی از کارهایی بود که اونجا من انجام دادم که شاید نشه گفت که مثلا الان اون کجا قرار میگیره، ولی یه جور در واقع نهادسازی بود که توی کشور بتونه صورت بگیره. اون تا سال اواخر 94، حالا دارم یکم با تردید دارم این رو میگم، و دیگه حالا 95، یه طرحی رو اونجا من تو مؤسسه نیاوران شروع کردم، پایه‌گذاری کردم، چون مسئولیت مؤسسه رو داشتم میتونستم این کار رو انجام بدم، به نام طرح جامع اقتصاد ایران. و این حالا ناشی از این بود که به این نتیجه من رسیده بودم بعد از این همه تجربه و مشاهدات زیادی که داشتم، اینی که ما به اصطلاح راه حل جامع کشور ما لازم داره، در واقع توتال سولوشن ما لازم داریم. یعنی اگه میگیم قیمت انرژی اصلاح بشه ولی تورم رو ما براش فکری نکرده باشیم، یه اصلاحی شما امسال انجام میدید 2 سال بعد قیمت شده همون، یا اگر نرخ ارز رو شما میخوای درست بکنی سیاست تجاری تو درست نکرده باشی، اینا مقابل هم وای میسن. همه اینا رو درست کرده باشی، بودجه رو درست نکرده باشی، همش زمین میریزه. بنابراین یک مطالعه 16 تا پروژه تعریف کردیم توی اون گزارش. این من الان میتونم بگم که در واقع اگه من بخوام بگم از من کسی سوال بکنه که مثلا به چی تو زندگیت افتخار میکنی، من حتما یکیشو میگم همین طرح جامعه اقتصاد ایران، به خاطر اینکه موفق شد که حالا همینطوری که نمیدونم جلسه قبلا اشاره کردم یا نه، اون کتاب الان کتاب آشپزی اقتصاد ایرانه، یعنی دقیقاً کتاب آشپزیه، اینقدر مشخص راجع به مشکلات کشور صحبت کرده. و اون کار رو من با این امید انجام دادم که این دیگه بیاد بگم، من خواستم حجت رو بر خودم دیگه تمام بکنم، بگم آقای سیستم حکومت، تصمیم گیری دولت غیر و اینا، این مجموعه مشکلات کشور و اینم راه حلاشه. یه سمیناری دی 96 ما برگزار کردیم تو همون مؤسسه نیاوران که از همه وزارتخونه ها، سازمان ها، اتاق بازرگانی غیر و اینا هم دعوت کردیم، شرکت کردم توی اون مرکز دارالمعارف اسلامی که توی دارآباد هست، و اونجا این رو ما ارائه کردیم که در مورد مالیات ها، در مورد ارز، در مورد انرژی، بودجه، چیزهای مختلف، که خب دیگه در واقع 2 ماه بعدش هم من دیگه اون کار که تمام شد و تبدیل به یه گزارش سیاستی هم من اون رو کردم و ارائه کردیم و اینها، دیگه شد همون زمانی که دیگه من امانن از این مسئولیت دیگه آمدم. مسئول فرصت سوزی اقتصادی دوران طلایی برجام، یعنی جایی که ایران داشت نفس میکشید و ارتباط داشت، کیای دکتر؟ سیاسیون کشور.
یعنی کسانی که نفعشون در انزوای ماست. آیا این جمله درسته که دولت زمان آقای روحانی قدرتش با دولت زمان آقای خاتمی فرق داشت؟ در دولت آقای روحانی نهادهایی قدرت گرفته بودن که منابع در اختیار داشتن و جهتها رو به یه سمت دیگه می بردن، همین عامل باعث ایجاد پوششی بر تصمیمات اقتصادی دولتی که مردم بهش رأی دادن شده بود. آیا این جمله درسته؟ تا اندازه درسته، بله. یعنی این جمله یکی از مهمانان همین برنامه چهره است. آها، بله. یعنی این که به نظر من اتفاقاتی که در کشور ما در سالهای نیمه دوم دهه 80 افتاد، تحولات راهبردی بود برای کشور و یه تغییر جهت‌های خیلی اساسی تو کشور سالهای 1384 تا 1390، هم از نظر راهبرد هم از نظر نیروی انسانی، یعنی یه گروهی وارد امور سیاسی و سیاست گذاری توی کشور شدن که خب قبلا اصلا هیچ میدانی برای ورود به این عرصه‌ها رو نداشت و بنابراین یک به نظر من تحول تاریخی بزرگی اتفاق افتاد توی کشور ما در اون دوران و حالا به نوعی در همین ادامه صحبت شما قرار میگیره، هم راسته با همون میشه. عرض 4200 تومانی اردیبهشت سال 97 اعلام شد. فروردین. شما قبل از اون استفاده دادید. زمان آقای... نه، من که توی همون جلسه بودم. تو اون جلسه بودید؟ بله بله. چون یعنی... یه نکته در مورد شما هست، دکتر میگن آقای دکتر نیلی هست در دولت ها وقتی کار سخت میشه میگه آقا ما خیلی مخلصیم، این دفترچه ما تهیه کردیم، خودتون میدونید دیگه، ما رفتیم. بله. بعد خودتونم میرید بیرون، بعد میشید اپوزیسیون اون دولتی که حالا هست که آقا من گفتم اون نشد و این حرفا. یه بار دولت آقای هاشمی اتفاق افتاد که با اختلاف نظر ارزی که فرمودید و البته مسئله دانشگاهتون که دوست داشتید، زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد که خب بازم دوست داشتید برید تدریس کنید این سری و خب اون بحث آقای عارف پیش اومد و الان آقای روحانی که به نظر اختلاف نظرهایی بین شما و آقای نوبخت داره به وجود اومده و شما گفتید آقا من دیگه نیاورانو گذاشتم و هرچی هم هست و یه کتابم تهیه کردم و ما دیگه نیستیم. تو اون جلسه هم بودید. اولا این اعداد در این جلسات چجوری بهش میرسن؟ مثلا چرا 4200 تومن؟ مثلا چرا 4300 تومن؟ نه مثلا این 4200 این عددهای جادو چیه؟ مثلا ما الان 28500 داریم، مثلا 1226 تومن داریم، یا 100 تومن دوران آقای رفسنجانی داریم، بعد مثلا تسبیح میندازن، مثلا یه المانی داره، مثلا یه نکته‌ای داره، مثلا سر کتاب باز میشه به این اعداد میرسن. اینا چه جوری تعیین میشه در اقتصاد ما؟ بعد به اون سوالی هم که میگن آقای نیلی بعد خودش میره بیرون میشه اپوزیسیون. بله بله. حالا من همون اول اینو جواب بدم که اینطور میگن که میگن مثلا شما میری تو دولت ها وقتی که اوضاع به هم میریزه ببینی مثلا شرایط بد شده و اینا، شما از دولت میای بیرون دوباره باز بعد باز دوباره همینجور، مثلا خب یعنی سه نوبت میگن شما رفتی همینجوری بوده. بعد معمولا هم اینجوریه که یه چیزی رو هی تکرار میکنن، یه وقایع تاریخی رو، این تکرارش یه جا میفته. مثلا خیلی زیاد شما الان اینو سرچ هم بکنید، رو گوگل سرچ بکنید، بزنید نیلی مثلا 73-74 به فرض، منظور سال 1373 سال 1174، خیلی پرتکرار اینا رو میبینید که میاد. یعنی چی؟ یعنی میگن شما آمدی این سیاست های تعدیل و اینا رو انجام دادی، بعد خورد به بحران بدهی های کشور و خورد به تورم سال 74، گذاشتی از دولت اومدی بیرون. بعد خب اینه یادشون میره که من سال مرداد 13 مرداد 1370 من رفتم برای ادامه تحصیل،
مثلا یه دو هفته قبلش از دولت اومده بودم حالا کافی زحمت بکشن نگاه کنن ببینن شاخصهای اقتصادی کلان ما روی سال 69 و سال 70 چطوری بوده، رشد اقتصادی چقدر بوده، تورم چقدر بوده. ما که رشدمون دو رقمی بوده سال 69 و 70، تورممون هم که پایین بوده حسابی. دوباره در دولت و برعکس، وقتی که رفتم تو دولت خیلی شرایط سختی بوده. من که اینجا برای شما توضیح دادم که اصلا خودم هم فکر نمی‌کردم وقتی که وارد شدم، تازه رفتم داخل سازمان، به من میگن که قیمت نفت داره میاد پایین و کشور داره درگیر کمبود منابع میشه، شما ببین چه کار باید بکنید. ورود من به دولت بحران 65 66 67 کاهش قیمت نفت و جنگ و موشکباران شهرها و همه اینا با هم دیگه، خروج من از دولت شرایط مساعد، شرایط خوب. من نه، من یک نفر واقعا اینقدر آدم مؤثری بودم که بگم ورودم مثلا تونسته این تغییرات رو ایجاد بکنه، ولی اون خیلی غیر منصفانه است. کسانی که این حرف رو میزنن که اینا توجه نمیکنه. دوباره من سال 1376 وارد سازمان برنامه شدم، برن نگاه بکنم ببینن که کسری بودجه سال 1376 چقدر بوده، کاهش قیمت نفت که اشاره کردم الان چند دقیقه پیش به 10.4 دلار و کسری بودجه شدید و سختی واقعا خیلی خیلی زیاده سال 77 با اون شرایطی که گفتم، سردرگمی نگاه اقتصادی دولت و نمیدونم اختلاف دولت و مجلس سایر موارد و اینها. حالا شما ببینید شاخصهای اقتصادی سال 1379 که من از دولت اومدم بیرون، نگاه بکنید ببینید اصلا کشور توی مسیر خیلی خوبی داشته حرکت میکرد تا میرسیم به دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی دوباره اون زمانی که وارد شدیم، تورم خیلی بالا، رکود تورمی، بزرگترین رکود تورمی رو ما در سال 1391-92 تجربه کردیم و پایان سال 96 ما بر اساس آمارهای مرکز آمار از سال 95 تورم یک رقمی شده بود، در 96 تورم یک رقمی دیگه قطعی شده بود، تا اینکه این درگیری‌های سیاسی مسئله برجام و نمیدونم اینا پیش آمد. و اون چیزی که به اصطلاح تصمیم من رو در مورد هر کس میخواد منو بشناسه نگاه بکنه ببینه که اگر علاقه‌منده میخواد ببینه واقعا من چه به اصطلاح تغییر روی کردی داشتم نداشتم، من یک کسی که با من مخالفه، کسی که با من موافقه، فکر میکنم همه اینو قبول دارن که من نظر خودم رو اونجوری که هست با صراحت ذکر میکنم. هیچ وقت من نمیام بگم که مثلا چون الان آقای رئیس جمهور فرمودن که مثلا این موضوع اینجوری باشه پس اینطوری بشه، هیچ وقت من این کارو نمیکنم، برعکسشه. یعنی دیگه به من فشار در زمان آقای همون 1300 اردیبهشت 93 که بنزین قیمت حامل های انرژی تغییر کرد، آقای روحانی از من با جدیت میخواستن که این موضوع در واقع پرداخت یارانه نقدی به همه مردم رو تبدیل بکنیم به یه طرحی یه دی در واقع حذف بشن از این مجموعه. من بنا به دلایلی موافق نبودم با این کار، الانم میتونم توضیح بدم که چرا اون کار یه کار اشتباهی بود. اگه میخواست انجام بشه میتونست از اول یه جور دیگه شروع بشه، اما بعدش خیلی مسائل درست میکرد. هر باریشون گفتم، من گفتم من بنا به این دلایل با این نظر شما موافق نیستم. باز ایشون دفعه بعد میگفتن، باز میگفتن، هی میخواستن خیلی هم با چیزها، یعنی بالاخره با لحن خوب، با یعنی میخواستن که این کار رو من انجام بدم، چون قبول نداشتم، استدلالم داشتم برای صحبت خودم. خب میگفت اون داستان عرض 60 تومن رو که من همین چند دقیقه پیش برای شما توضیح دادم. یعنی من روی حرف خودم
اگر فکر میکردم که حرف درستیه و استدلال براش، استدلال علمی براش دارم، حاضر به معامله باش نبودم. چون میدونید حالا از اون جلسه اول که با هم صحبت کردیم، من راجع به زندگی شخصی و نمیدونم اینا براتون گفتم، فکر کنم الان اینو شما تا حالا مخاطباتون هم اگه دنبال کنن سیر زنجیره مطالبی رو که توضیح دادیم، ببینید من یک چیزی که در زندگی خودم همیشه داشتم، از اون وقتی که دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودم، در بعد شد دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی سازه، تا هر زمانی بعدش، همیشه حق انتخاب یک مدل زندگی در واقع مطلوب و مناسب رو داشتم. هیچ وقت حسرت چیزی رو نخوردم. این شاید چیز مهمی بوده به نظرم به عنوان بک‌گراند. این فکر نمی‌کردم الان من از اینجا برم بیرون مثلا الان حقوقم کم میشه، نمیدونم مثلا لطمه درنش چیزی از دست نمیدادم من که بخوام بگم من الان اینجا چرا بیخودی من اینجا بیام. مثلا من تنها چیزی که دارم همین حیثیت در واقع آکادمی که برای خودم در حد همین حالا مقدار کم سوادی که دارم دیگه چیز دیگه واقعا فکر نمی کنم که برام ارزش داشته باشه. بنابراین حالا من چه دلیلی داره که من بخوام مثلا چیزی انجام بدم؟ اون وقتی که دیدم با دیگه اون نظری که دارم واقعا دیگه خیلی فاصله ایجاد شده، تازه دیگه اون موقع دیگه میگم خب من دیگه موضوعیتی نداره که. من داستان سال 1370 رو برای شما گفتم، 1379 هم گفتم براتون که تازه اون منم ابتکار عملش با من نبود، اصلا بیرون آمدن هم از سازمان، و 1396 و اول 97 هم همینطور. خب من بارها و بارها سر مسئله ارز خب نظرمو گفتم داخل خود دولت که من چجوری فکر میکنم. خب اختلاف نظر داشتیم دیگه، به هر صورت با خود آقای روحانی سر موضوع ارز اختلاف نظر داشتیم و سیاست مدارای ما کلن دوست دارن که نرخ ارز رو تا اونجا که میتونن پایین تعیین بکنن. حالا اون موقع هم که انتظارات مثبت مردم نسبت به آینده به کمک آمده بود که این نرخ بتونه پایین. تو اون جلسه چی شد؟ من خیلی دوست دارم بدونم تو این جلسه ها چی میگن آقای دکتر. بله خب حالا اون یک فکر میکنم باید یه وقت دیگری رو صحبت بکنیم. یه کوچولو بگید ممنون میشم. کلن این نکته رو من اگه بخوام منصفانه بیان بکنم اینه که من حالا به عنوان کسی که تخصصم حوزه اقتصاد کلانه و تو اقتصاد کلانم به طور خاص تو حوزه نرخ ارز من خب دیگه زیاد میتونم بگم کار کردم، در نتیجه میخوام بگم از این منظر شما نگاه بکنید به موضوع که پدیده بحران ارزی سال 1397 که 6 ماه اول 97 با شدت خیلی زیادی نرخ ارز افزایش پیدا کرد، به هیچ وجه مشابه بحران‌های ارزی قبلی ما از جمله سال 1391 و 92 و 1373 نبود. یه چیز جدیدی بود. حالا چرا جدید بود؟ شما یه وقتی نرخ ارز رو هی سرکوب می‌کنی، پایین نگه می‌داری، پایین نگه می‌داری، منابعت هم خوبه جواب میده، بعد وقتی که اون منبع میره کنار یه دفعه جهش میکنه. این میشه بحران ارزی سال 91 90 و 91 و 92. یا یه وقتی هست که ارزی ارز زیاده تو اقتصادتون یه دفعه کم میشه، میشه بحران بدهی‌های سال 73، نرخ ارز یه باره خیلی افزایش پیدا میکنه. اما سال 1397 ما چیزی نبود که بگیم فنری آزاد شده، یعنی نرخ ارز پایین تر از مقدار متناظر برابری قدرت خرید بود، اما نه اینقدر که این جهش به این بزرگی رو بکنه.
اون بیشتر برمیگرده به نقدینگی، انتظارات آینده، یعنی اینکه شما وقتی که میبینید که قراره، یعنی اون تحریم کننده یه وقتی اوباماست یه وقتی ترامپه. خب ترامپ اومد گفت من صادراتو صفر میکنم، یعنی اون فرق داشت با 200,000 بشکه 200,000 بشکه اوباما. و مردمی که یاد گرفته بودن از بحران 1392 که کلا سرشون رفته بود به اصطلاح، که نرخ ارز جهش کرد، بعد اینا متوجه شدن که ای بابا مثلا ما زودتر باید ریالمون رو با یه چیزی تبدیل می‌کردیم. و اون انتظارات مثبتی که در فاصله سال‌های 1392 تا 96 اینا رو جهت داده بود که ای قراره که منابع زیاد بشه، وفور منابع باشه و اینا، یه دفعه اون یادگیری تبدیل شد به یک بحران ارزی بزرگی که هیچ حد یقفی رو اون وجود نداره واقعا. بنابراین میخوام بگم که من اگه بخوام منصفانه نظر بدم باید بگم که سال 97 ما به عنوان یه پدیده خاص باید مورد شناسایی قرار بگیره. منتها اینجور وقتا تصمیم گیرندگان ما، سیاست مدارای ما یه چیز جنریکن، یعنی یه در واقع رویکرد جنریک دارن نسبت به این موضوع. یه عددی رو که هیچ مبنایی هم نداره معمولا، مصلحتی یه عددی رو در واقع، مثلا این عددی رو کی میگه؟ حالا فرض کنید، مثلا فرض کنید که شما نگاه میکنید میبینید که نرخ ارز 4 سال دوروبر 3500 تومان، 3200 تومان، 3600 تومان دوروبر اینا بود دیگه تو اون فاصله. بله. تا قبل از نیمه دوم 96. بعد میبینی خب یواش یواش نرخ ارز شروع کرد به افزایش پیدا کرد، هرچه ریسک سیاسی ما بیشتر شد و احتمال اینکه برجام به هم بخوره بالاتر رفت، خب فشار رو بازار ارزم به تدریج هی بیشتر شد. بعد دیگه رسید به اینجا که دیگه روزانه نرخ ارز شروع کرده بود به تغییر پیدا کرده. اونجا یک چیزی مطرح شد که خب حالا اونی که تو اون جلسه تصویب شد در واقع دو قسمت داشت. یه قسمت این بود که یه عددی رو که اونجا چونه زنیه، یعنی مثلا فرض کنید که یه نفر میگه یه عددی، یه نفر میگه یه عدد دیگه، بالاخره حالا یکی خیلی کم میخواد. شما چه عددی گفتید؟ من عدد اصلا نگفتم، من مشکل داشتم با این تصمیم. ببینید من خودم نسبت به این تصمیمی که میخواست گرفته بشه گفتم که من معتقدم راجع به ارز باید یه کاری کرد، نمیشه همینجوری، این داره همینطوری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. منتها من گفتم من نگران عددی هستم که شما میخواید تعیین بکنید، چون میدونستم که خب وقتی که صحبت عدد بشه بعد پشت سرش دیگه چی میشه. یه نکته بود. یه نکته دیگه هم این بود که من گفتم بالاخره این وقتی که الان شما یه عددی تعیین میکنید، خب یه بازار آزادی هم کنار این درست میشه دیگه، خب اون الان میخواید چی کارش کنید؟ دخو اون دوباره همون علامت خودشو که میده. خب گفتن نه، ما اولا یه عددی تعیین میکنیم دیگه، همه چیز دیگه با اون قراره وارد بشه دیگه، بازار سیاه برای چی؟ بابا این وقتی شما یه عددی تعیین میکنید خب اون بازار سیاه که معلومه درست میشه. منتها اونجا گفتن که حالا اینو ما مرتب هی 4200 و هرچی که در واقع تورم داریم با تورم اینو مرتب هی تعدیلش میکنیم. این جزء مصوبات اون جلسه بود. بعدن که دیگه حالا دیگه ظاهرا مرداد بوده، کی بوده که جلسه گذاشته شده که اون شده 4200، یعنی فیکس شده روی عدد 4. وگرنه همون موقع ظاهرا این رسیده بوده به 4000 و نمیدونم مثلا 400 خورده 500 خورده یا اینها. ولی فرهنگ سیاستمداران ما نسبت به نرخ ارز اینه که یه عددی رو حالا تو جیب منه، تو جیب شماست، توی موبایل منه، توی لپتاپ یه نفر دیگه است، یه عددی رو در بیارم. 1226 آخه این مثلا اقلا 1225 میشد، این هم مثلا از کجا آمده؟ یا نمیدونم همین الان 28500 از کجا آمد؟
اینا همش یه چیزاییه که یه دنبال یه عددی میگردید، حالا یه نفرم میشینه یه توجیهی براش درست میکنه که مثلا از اینجا به دست آمده، از اونجا به دست آمده. مهم اینه که آیا شما تعادل میخواید در بازار برقرار بکنید یا عدم تعادل. این میشه نتیجه. آخرین سوال ازتون میپرسم، خیلی خسته شدید، طولانی شد، رکورد فکر کنم مصاحبه 3 ساعت رو زدیم. قهرمان ملی آقای دکتر مسعود نیلی در 100 سال اخیر ایران کیه و چرا؟ میخوام یه جواب شاید دور از انتظاری بهتون بدم که هیچ قهرمان ملی من هیچکی؟ نه خیر. ما دهه 40 پر اقتصاددان درجه 1، دهه 30 بعد از انقلاب به هر حال نه من هیچکی؟ نه خیر. یعنی اونهایی رو که به عنوان، یعنی واژه قهرمان یه واژه خب سختی آدم بخواد جواب بده، کسی که شما احساس بکنید، ولی ده. افرادی که خب افراد موثری بودن، افراد خوبی بودن. من ارتباط در واقع با رویکردهاشون میتونستم برقرار بکنم، برام آدم های قابل، اینطوری بگم، آدم های قابل احترامی، قابل احترام ترین آدمی که تو ذهنم هستن. بله مثلا فرض کنید یک شخص های دکتر، خب نه من واقعا وزنی بهشون نمیتونم بدم که بگم بیشتر، به همون خاطر شاید همون جواب اولی که دادم شاید جواب بهتری باشه، ولی افراد قابل احترام زیادی رو من میتونم به شما معرفی بکنم. آقای عالی خانی، آقای نیازمند، آقای حتی فرمان فرمایی ها، نمیدونم، اینا برای من آدم های قابل احترامی هستن در کارهایی که انجام دادن، اقداماتی که انجام دادن و اینها. تو اون رده برای بعد از انقلاب هم میتونم بگم، ولی اینا هیچ کدوم دیگه قهرمان نیستن. من واقعا کسی رو به عنوان قهرمان ندارم متاسفانه تو ذهن. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر مسعود نیلی. خیلی طولانی شد. خیلی شما خیلی صبورید آقای دکتر. من میخوام ازتون تشکر بکنم. حالا بیننده هایی که دارن ما رو نگاه میکنن، این مصاحبه 3 ساعت بدون وقفه در واقع ادامه پیدا کرد. ما حتی لیوانه آبم نرسیدیم عوض بکنیم و آقای دکتر خیلی با صبوری، خیلی با صبوری اینجا نشستن و به من اجازه دادن که سوالات چالشی ازشون بپرسم. من واقعا از شما به عنوان یه شاگرد شما، من مستقیم در محضر شما نبودم، ولی از محتوای شما چه در کتاب‌ها و چه در فایل‌های ویدیویی که تو جاهای مختلف هستن یاد گرفتم. من اقتصاد رو با فایل‌های شما در واقع عمیق‌تر یاد گرفتم و در صحبت با اکثر شاگردای شما که من صحبت می‌کردم تا محتوای این برنامه رو مشخص بکنم، برای خودم در بیارم، اکثرا به نیکی، واقعا این نام بود به نیکی از شما نام می بردن و اکثرشون این بودن که آقای دکتر نیلی آدم خیلی اخلاق مداریه، در تعارفات قرار می گیره و شاید همین مسئله بوده که بیشتر از همه به ایشون به هر حال اخلاق گرایی با اسمش. شما پشت آدم ها راحت جایی صحبت نکنید، وقتی میخواید راجع به کسی قضاوت بکنید به هر حال خیلی پیش خودتون بسنجید که این قضاوت درسته. این در حالیه که خیلی محیط بیرون، من خودم صادقانه یک کسایی بودم که شما را قضاوت میکردم، مثلا میشه بودم آقای دکتر نیلی هم که فقط تو دانشگاه میگم ولی بیرون کار دیگه ای دارن انجام میدن. خیلی ممنونم که اینجا بودید و این شانس رو به من دادید تا با شما هم صحبت بشم. خواهش میکنم. من فقط اینم بگم که واقعا این مطمئنن هدف شما هم همینه، ولی خب منم هر به اصطلاح ارتباط بیرونی که برقرار میکنم که خب این الان یه طریقشه برای برقرار کردن ارتباط، واقعا یک هدف، یه آرزوی خیلی بزرگه که شاید نمیدونم که مثلا برای شخص خود من
دستیافتنی باشه یا نباشه اینه که این کشور بتونه یه روزی روز در واقع توسعه یافته شدن رو ببینه و انشاءالله. اون روزیه که توش فقر واقعا نباشه، اینکه مردم برای تأمین نیازهای اولیه خودشون دچار کشوری که هم منابع داره دچار مشکل باشن، سیاستمدارایی داشته باشیم که در مسیر درست توسعه کشور حرکت بکنن. اینا در صورتی میتونه اتفاق بیفته که یک مطالبه عمومی مبتنی بر آگاهی برای بهبود پایدار وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور شکل بگیره و این رسانه‌ها و تریبون‌هایی که از این طریق حاصل میشه و سایر چیزهایی که ما با دانشجوهامون کار میکنیم، مطلبی مینویسیم، چیزهای دیگه، همه برای اینه که یه روزی اون اتفاق بیفته و همه ما هم داریم تلاش میکنیم، چون یه کاری نیست که دفعتاً بتونه به وقوع پیونده، فرایند تدریجی قاعدتاً طی میکنه. بنابراین امیدوارم که حالا این سیری از وقایع شخصی و کاری و آکادمیک و همه اینا رو که در این جلسات من توضیح دادم بتونه به شکل‌گیری ذهنیت مثبت اندیش نسبت به آینده، نه اینکه بگن که خب پس معلوم شد هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی بیشتر این باشه که ببینیم خب حالا چه کار میشه کرد که با دید مثبت و با گرفتن انرژی مثبت بقیه بتونن این به قول معروف دو امدادیه بگیرن برن جلو و بتونن شاید اون آرزوی که خیلی این آرزو رو داشتن و دارن یه روزی بتونه تو کشور ما تحقق پیدا بکنه. انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر که اینجا بودید. سلامت باشید. سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. لذت بردم از مصاحبت چند ساعته با آقای دکتر نیلی. درس عبرتش که برای خود من استش و ممکنه برای دوستانی که 20 سال بعد 30 سال بعد منو میبینن این باشه که هممون باید یاد بگیریم که از استعدادهامون بیشتر استفاده کنیم. اگر افرادی هستن که با دانشن میان پیش ما، میان پیش سیاستمداری، میان پیش کسی که زبان خیلی بلندی داره، یاد بگیریم که وقتی داریم فرصت میدیم امکانات هم بدیم، درست قضاوت بکنیم، کارنامه کاملا مشخص باشه و بعدش اینا رو همه رو در حاله ای از هبهام نپیچونیم و بدیم بیرون که بعدم نشه در موردش راهکار درست کرد و قضاوت درستی داشت. متشکرم که امروز هم چهره ها رو دیدید. خدا نگهدار.